سلام به همه وقتتون بخیر من احمد شالبا هستم توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم یه لایه کمکی بسازین که این لایه کمکی خیلی به دردتون میخوره توی فتوشاپ لایه های کمکی چیه یا چیا هستن <تصیح> همونطوری که از اسمش پیداست این لایه ها قرار به ما کمک بکنن وقتی میخوام یه کار خاص توی فتوشاپ انجام بدیم اون کار رو با دقت بیشتر و خطای کمتر انجام بدیم مثلا وقتی میخوایم داجمبر میکنیم خب اول به طور موقت عکسمون رو تبدیل میکنیم به عکس سیاه سفید مثلا از یه لایه بلک یا از چنل میکسر استفاده میکنیم عکس رو تبدیل میکنیم به سیاه سفید برای اینکه وقتی رنگ رو حذف میکنیم دقت بیناییمون بیشتر میشه و قسمت های هایلایت و شادو رو یا نقاط تیرو و روشن رو بهتر میتونیم ببینیم و اونا رو اصلاح کنیم قبلا یه ویدیو درست کردم در رابطه با نرمالایز کردن سچوریشن یا یک دست کردن غلظت رنگ که اونجا هم از یه لایه کمکی استفاده میکنیم که اونم خیلی به درد میخوره اگر اون ویدیو رو ندیدین من لینکش این گوشه ها براتون میذارم اون ویدیو رو هم حتما ببینید که ترکیبش با این ویدیو اصلا دیگه خیلی چیز توپی میشه این لایه کمکی که میخوام بهتون نشون بدم ویژگی جدیدی نیست توی کمرا را وجود داره منتها مشکلش اینه که وقتی از محیط کمرا را میریم توی فتوشاپ دیگه همچین ابزاری یا همچین ویژگی وجود نداره و جای خالیش به شدت توی فتوشاپ احساس میشه توی این ویدیو من میخوام جای خالیش رو براتون پر بکنم خب بریم توی اول کمرا را ببینیم این ویژگی چیه بعد تو فتوشاپ بتون نشون میدم خب به این عکس نگاه کنیم قشنگ مشخصه که داینامیک رنج ما اینجا خیلی زیاد بوده رنج این صحنه قسمت های هایلایت ببینید چقدر نور زیاده از اون طرف قسمت های شادو چقدر تیر است با اینکه این عکس این رو با یه دوربین مدیوم فرمت گرفتن دوربین فوجی فیلم جی فیکس 100 که داینامیک رنج خیلی هم خوبی داره ولی بازم برای ثبت جزئیات تو همچین صحنه کم آورده خب وقتی شما میخواین یه عکس رو ادیت بکنین خیلی خیلی مهمه که حواستون باشه هیچ وقت جزئیات در قسمت هایلایت یا shadow نسوزی یا کلیپ نشه چون اگر یه عکس قسمت سوخته داشته باشه به هیچ دردی نمیخوره حالا هر چقدر که شما ادیتتون خوب باشه اون عکس به درد نمیخوره برای اینکه این اتفاق نیافته داخل کمرا را دو تا دکمه گذاشتن یه مثلث کوچیک این بالا سمت راست داریم نوشه هایلایت کلیپینگ وارنینگ و یه مثلث کوچیک سمت چپ که نوشه شادو کلیپینگ وارنینگ من الان روی این سمت راستی که کلیک بکنم اگر جایی تو عکسم تو قسمت هایلایت های سوخته باشه با رنگ قرمز نشون میده روی این سمت را چپی کلیک بکنم اگر جایی تو قسمت های شادو سوخته باشه با رنگ آبی نشون میده خب چون الان یه ذره دیتیل داریم تو این قسمت شادوها، ها الان رنگ آبی رو نمیبینیم من جایی که ماوس نگه دارم مقدار آر جی 888 یعنی هنو 8 واحد جا داره تا بسوزه این بلک رو کم کنیم این الان مشخص میشه اینجا سوختن خب مشکلی که وجود داره اینه که من اصلاحات اولیه رو میخوام تو کمر رو انجام بدم ولی بعد میخوام برم توی فتوشاپ کلی کار دیگه انجام بدم ممکنه کنتراستش رو دستکاری کنم اکسپوژر رو دستکاری کنم رنگش رو کم و زیاد بکنم همه اینا باعث میشه که در نهایت روی اکسپوژر عکس تاثیر بذاره ممکنه یه بخشی توی هایلایت بسوزه یا تو قسمت‌های شادو بسوزه ولی توی فتوشاپ من همچین ویژگی ندارم که بهم به بگه کجاها سوختن خب بزنین عکسو باز کنیم توی فتوشاپ مشالله این عکس انقدر سنگینه تا بخواد لود بشه اینجا این چقدر طول میکشه خب فول اسکرینش هم بکنیم اگه من بخوام ببینم جای سوخته یا نه میتونم از هیستوگرام استفاده کنم برم به منوی ویندو بعد برم سراغ هیستوگرام این هیستوری عزیزم هیستوگرام یکی خب اگه اینستاگرام باز باشه من هر موقع که ادیت میکنم مثلا یه کرو اینجا ایجاد بکنم یا کار دیگه باید بیام هی دم و دقیقه اینو چک بکنم ببینم آیا سوخته نه سوخته تازه اینستاگرام خیلی کوچیکه پس این روش به درد نمیخوره راه دوم استفاده کالر سامپلر تول اگه بیام رو آیدار پرای کلیک بکنم گزینه سوم کالر سامپلر تول میتونم دم و دقیقه جای مختلف هی کلیک بکنم مقدار ار جی رو نگاه کنم که این روشم روش به درد بخوری نیست اما روشی که اون کمکی که بهتون گفتم چه جوری ساخته میشه بریم به قسمت اجاسم لیر و بعد بیان یه دونه گریدینت مپ بسازید بعد تو این قسمت رنگش کلیک میکنیم چون رنگش رو عوض کنیم توی کامرورا رو قسمت شادو آبی بود پس ما رنگ آبی رو برای شادو انتخاب میکنیم رنگ آبی چه جوریه مقدار ار بیش. صفر برای قرمز صفر برای سبز و مقدار 255 برای آبی رنگ قرمز رو چطوری میسازیم قرمز باید 255 باشه سبز و آبی باید صفر باشن خب رنگش رو درست کردیم حالا قسمت مهمش اینجاست روی همین لایه گریدین مپ دابل کلیک بکنید تا پنل لیر استایل باز بشه این از قسمت بلندیف دو تا اسلایدر این پایین هست این دوتا رو با جاشون عوض بکنید یعنی سمت چپیه رو بکشین کامل سمت راست و سمت راست رو کامل بکشین سمت چپ اوکی سب کنید این ویدیو هنوز نشده الان میبینی که این قسمتی که سوخته دقیقا مثل کمرا داره بهمون نشون میده من یه لایه اینجا یه دونه کرو ایجاد میکنم اگر قسمت هایلایت رو بیشتر روشن کنم میبینی که دقیقا مثل کمرا بهم نشون میده و تو قسمت شادو هم اگر که چیزی بسوزونم اینجا هم مشخصه چند تا نکته اینجا وجود داره که باید بهتون بگم یک این لایه کمکی از اول ادیت تا آخر ادیت حتما باید بالاترین لایه باشه اگر این لایه بیاد پایین تر از لایه های اجاسم همه چی خراب میشه و مسئولیتش به خود یکی این یه نکته دیگه این که الان فقط قسمت رو داره به شما نشون میده که 100 درصد سوخته یعنی تو قسمت هایلایت مقدار RGBش 255 و تو قسمت های شادو مقدار RGB صفره یه عکاس حرفه ای علاوه بر این که نمیذاره قسمتی کاملا بسوزه حتی نمیذاره به قسمت سوخته نزدیک بشه یعنی چی یعنی توی عکس یک عکاس حرفه ای نباید مقدار 253 وجود داشته باشه مثلا تو قسمت هایلایت یا تو قسمت شادو نباید مقدار 23 وجود داشته باشه چون این مقدار انقدر کمه که با سوخته دیگه هیچ فرقی نمیکنه این مسئله مسئله دیگه وقتی شما میخواین یه عکس رو چاپ بکنین حالا بستگی داره که این عکس رو رو چه کاغذی میخواین چاپ بکنین مثلا توی روزنامه میخواد چاپ بشه تو مجله یا جای دیگه و جنس اون کاغذ چاپ چیه و دستگاه چیه همه این چیزا همین فاکتورها مهمن تا مقدار حد اکثر هایلایت و شدو تعیین بشه ولی یه قانون کلی هست اینو یادتون باشه اکستون اگر مقدار هایلایتش 245 باشه دیگه مطمئنین که جای مختلف بره مشکلی براتون پیش نمیاد البته بجز روزنامه روزنامه رو من مطمئن نیستم ولی عکسایی که میخواین چاپ بکنید از اون طرف هم قسمت های رو اجازه ندید کمتر از 10 واحد بشه یا مقدار ار جی شون 10 بشه حالا برای اینکه ما اینو لحاظ کنیم تو این لایه مون دوباره دابل کلیک کنید روی این لایه کمکی برین قسمت بلندیف قسمت هایلایت بینید اینجا نوشته 255 چرا این دوتا رو جابجا کردیم اون داستانش طولانیه دیگه نیازی نیست این 255 رو کم بکنید بیارین تا 245 و از اون طرف مقدار شادو ها رو هم اینجا ببینید صفره اینو میتونید اضافه کنین تا برسه به مقدار 10 اوکی خب حالا من این کرو رو ریست اون ریست هم هست دیگه برای اینکه من این مشکل رو حل کنم این که چقدر سوخته من اگر این عکس رو بخوام برم چاپ کنم تمام این قسمت قرمز یه لکه یه بدون بدون جزئیات چاپ میشه از اون قسمت هم قسمت شادو هم که میبینی که هیچی نداره یه ذره رو باید بیاریم بالاتر از این برم یک ذره اینو باید بیاریم تر البته یه نکته آخری هم بگم ویدیو رو تموم کنیم اگر عکستون توی کمرا را ریکاوری نشه یعنی هایلایت قسمت سوخته رو نتونی ریکاوری کنی و شادارم نتونی ریکاوری کنی این مثلا یادتون بره توی فتوشاپ دیگه این کار انجام ندید یعنی عکس سوخته اصلا داخل فتوشاپ نیارید برای اینکه همینطور که میبینید هر چقدرم که من این اسلایدر رو بکشم پایین این, این تو بخوام قسمت هایلایت رو اصلاح کنم اینجا دیگه جزئیاتی بر نمیگرده یه لکه خاکستری میشه تو قسمت شادام همینطور سعی کنید عکستون اش... اکسپوژر درستی داشته باشه اگر مثلا موقع عکاسی مطمئن نیستین که چیزی رو سوزونده یا نه از هیستوگرام میتونید استفاده کنین یا یه ویژگی تو دوربین هست به اسم هایلایت بلینکینگ اگر یه قسمتی رو بسوزونین توی قسمت توی چقدر قسمت گفتم ببخشید توی دوربینتون تو قسمت ها سوخته چشمک میزنه بازم خواستم قسمت نگم ولی شد در هر صورت خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا نگاه کردید امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه اگر اینطور بود لطفا روی دکمه لایک کلیک بکن اگه تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید خیلی خوشحال میشم اگر سوالی داشتین میتونید قسمت کامنت ها بپرسید امیدوارم که بتونم راهنماییتون کنم روز شب خیلی خوبی داشته باشید فعلا تا بعد